بریم سراغ مثال بعدی. این دفعه میخوایم بر اساس تعداد هست ها عملیات سابنتینگ رو انجام بدیم. پس میشه هست بیس سابنتینگ. فرض کنید که یک کلاس آی پی داریم به نام 192 168 10 0 slash 24. به ما گفتن که بیا این کلاس آی پی رو برای 30 تا هاست یا 30 تا کلاینت سابنت کن یا عملیات سابنتینگ روش انجام بده. ما میدونیم که مرحله اول چی بود؟ مشخص کردن تعداد هست ها convert to binary. بریم ببینیم که convert کردن سی به باینری چی میشه. اگه داشته باشیم 128 64 32 16 8 4 2 1، عدد سی رو چجوری میتونم به دست بیارم؟ مسلما اینا صرف خواهد شد. سه 16 و 8 4 2. تعداد بیت های من چند میشه؟ میشه 1 2 3 4 5. This number of host و کانورت کردنش به باینری، عدد باینری من شد این و تعداد بیت هام شد 5 تا. بسیار عالی. مرحله دوم چی بود؟ مرحله دوم به دست آوردن سابنت ماسک بود، درسته؟ و پیدا کردن اگریمنت، یادتون باشه. من اسلش 24 دارم، یعنی 255 255 255 0. بریم باینری اینو بنویسیم. میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 حالا باید به تعداد بیت هایی که اینجا به دست آوردم که 5 بود بیام کلاینت رزرو کنم یا سرف رزرو کنم. اگر یادتون باشه تو ویدیو قبل گفتیم یک ها نشون دهنده نتورک هستن و سرف ها نشون دهنده هست. درالی من بعد 5 تا سرف رو سیو کنم یا ذخیره کنم، یعنی این مقدار، درسته؟ پس این 5 تا سیف میشن و هر چی که باقی مونده رو یکی میذارم. شد 255 255 255 224 255 255 255 و 224. پس این میشه سابنت ماسک من یا میشه اسلش 25 26 27. بسیار عالی. مرحله سوم چی بود؟ ساختن سابنت هامون. اولیش میشه 192 168 10 0 چه من چی دارم؟ 32. پس بعدیش میشه 192 168 10 32 64 96، درسته؟
پس من میتونم سابنت هامو اینجوری بسازم که این اولین آدرس میشه از 192 168 10 1 تا 192 168 10 دی میشه تعداد کلاینت ها یا تعداد آی پی که من میتونم به هاست ها اختصاص بدم. پس 10 صفر و 10 31 کجا رفتن؟ 10 صفر میشه آدرس شبکه و 10 31 میشه آدرس برادکست. حالا بریم یه مثال متفاوت تری رو حل کنیم. من اگه اینجا داشته باشم 172 صفر صفر سلش و به من بگن که بیا برای دیتا کلاینت این دفعه بذاریم 60 کلاینت. برای 60 کلاینت من میخوام عملیات سابنتینگ انجام بدم. مرحله اول باینری، تبدیل به باینری. دوستان 60 چه عددی میشه به توان 2؟ 2 به توان 6. میدونم با 2 به توان 6 که میشه 64 و از 60 بزرگتره میتونم به 60 برسم. حالا فقط 4 تا از این بیشتر دارم. پس کمترین عددی که میتونم باهاش به 60 برسم عدد 6 هست یا 2 به توان 6 هست. این دقیقا معادل چیه؟ این یه روش دیگه برای محاسبه کردن اون باینری هست. دقیقا معادل این هست. 28 64 32 16 8 4 2 1. 2 به توان 6 یعنی چی؟ یعنی من اینجا میتونم داشته باشم 1 2 3. پس این میشه تعداد 6 تا، دقیقا همون عددی که ما به دست آوردیم. اوکی، مرحله دوم پیدا کردن سابنت ماسک. ما اسلش 16 داریم، یعنی 255 255 صفر صفر که باینریش میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. باید 6 تا صفر رو سیف کنم، یعنی راست بقیه هر چی هست 1 میشه. 255 255 255 255 و این میشه 62864 میشه 192 2. پس نمیشه سابنت ماسک من یا اسلش 26 درسته؟ 24 25 26. حالا بریم مرحله سوم تا سابنت ها رو بسازیم. چی دارم اینجا؟ اولیش میشه 172 16 0 0 تا، حالا بعدیش میشه 172 16 0 بگین 24. چرا؟ چون آخرین بیت من اینجا 64. بعدیش 172 16 0 28 172 16 0 192. بعدیش چی؟ 172 16 0 192 به اضافه 64 میشه 256. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. ما نمیتونیم 256 داشته باشیم چون ما تا 255 بیشتر نداریم. حالا باید چیکار کنیم؟
بیاین آخرین آدرس آی پی که من میتونم تو شبکه قبلی دارم رو به دست بیارم. گفتیم از اینجا داریم 172.16.792 تا 172.16.0 آخریش میشه 255، یعنی آخرین آی پی که من میتونم داشته باشم تا به 256 برسم. اما آدرس شبکه بعدی رو من نمیتونم بذارم 172.16.0.256، همچین چیزی وجود نداره. باید چیکار کنم؟ باید بیام یه دونه از نتورک بیت ها قرض بگیرم که میشه 1.0، بعدیش میشه 1.64، 128، 192. ادامهش چی میشه؟ اینجا 192 بعدش قرض گرفتیم، دوباره باید قرض بگیریم. 172 16 2 0 2 64 2 128 و این رویه تا آخر ادامه پیدا میکنه. تنها نکته مهمش اینجا بود که شما باید اگر از 255 عبور کرد باید یک دونه رو از نتورک بیت ها قرض بگیرید، یعنی به اضافه یک میشه و این برمیگرده به حالت اولش. سعی کنید این دوتا تمرین رو، یعنی بر اساس، یعنی سابنت کردن بر اساس نتورک که بود ویدیوی قبلیمون و سابنت کردن بر اساس هست که ویدیوی الانمون هست رو چندین مثال مختلف برای خودتون تمرین کنید. من اینجا چند تا مثال می نویسم که شما خودتون روی کاغذ برای خودتون حساب کنید. 192.168.0.0/24 بر اساس شبکه، تعداد شبکه و برای تعداد ده تا، بعدش میشه 10.0.0/16 بر اساس هاست و برای تعداد کلاینت یا تعداد هاست نوت تا، این میشه دیوه الان و این میشه ویدیوی قبلی. موفق باشید.